سلام، بالاخره موعد کنفرانس 10 نوامبر اپل رسید و توی این کنفرانس 3 تا مکبوک معرفی شدن و البته با پردازنده M1. توی این ویدیو میخواییم پردازنده ها رو بررسی کنیم و ببینیم جریانش چیه که انقدر مهمه و انقدر راجبش صحبت میکنن. فقط قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطف کنید یه لایک من رو مهمون کنین و خیلی 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 به من کمک میکنه. بزرگترین حمایت برای من اینه که لینک ویدیوهامو با دوستاتون شیر کنین و افراد بیشتری بتونن ویدیوهای من رو ببینن. این بزرگترین حمایت شما از منه و ممنونتون میشم اگه این کار رو بکنید. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب پردازنده M1 در واقع M اولش به معنای مکه و میشه اولین پردازنده مک که خود اپل داره میسازه. بعد اسم کلی پردازنده های اپل هم که گفته شد اپل سیلیکون. اما این M1 چه قابلیت هایی داره؟ اولین قابلیت خیلی باحالش اینه که 8 هسته CPU داره که از این 8 هسته 4 هستش ضعیف‌تر عمل میکنن و مصرف برق خیلی کمتری دارن، یعنی مصرف برقشون و پرفرومنسشون 1/3 اون 4 هسته بزرگ است و این 4 هسته ضعیفه برای کارهای عادی مثل تو اینترنت چرخیدن، نوت چک کردن و اینجور کاراست و اون 4 هسته قوی ترش برای کارهای بزرگتر مثل بازی کردن یا ادیت ویدیو و اینجور کارا استفاده میشه و خلاصه همیشه با تمام قوا برق مصرف نمی کنه و به خاطر همین این سیستم هم هستش که طول عمر باتری ها مثلا به جای 10 ساعت شده 18 ساعت و 20 ساعت. این خیلی تأثیر میذاره. قابلیت بعدی این پردازنده اینه که GPU یعنی کارت گرافیکیش هم داخل خود پردازنده است، یعنی دوتا پردازنده جدا نداریم دیگه، یه GPU باشه یه CPU، چون رو کامپیوتر حالت عادی ما یه پردازنده داریم که CPUه، یه کارت گرافیکی هم جداگونه داریم، ولی این پردازنده ARM سیستمش اینجوریه که این دوتا رو یکی داره و بعد از اینا پردازنده GPUش هم 8 هسته است که 8 هستش یکسانه، کلن اصلا حالت CPUشو نداره. به جز اون یه چیز جالبی که داره رمشه. رمشو اگه دقت کنین جلوش نوشته یونیفاید. یعنی چی؟ یعنی این رمو مشترکن استفاده میکنن CPU و GPU. مثلا همه الان کامپیوتر اپل مکبوک پرو 16 رو ما نگاه کنیم میبینیم که مثلا خودش دستگاه 16 گیگ رم داره و مثلا کارت گرافیکیش هم 4 گیگ رم داره و 8 گیگ رم مثلا. خب یعنی اینجوری شد که کارت گرافیکی باز خودش یه یونیت، یه قسمت جداست، رم جدای خودشو داره، CPU هم یه قسمت جداست که رم جدای خودشو داره. معمولا هم رم توی کامپیوتر اگه دقت کنین کنار CPU قرار میگیره، حالا اگه زیاد باشه دو طرف CPU، کم باشه بغل CPU. حالا این پردازنده M1 سیستمش اینجوریه که ما مثلا 16 گیگ رم میگیریم واسهش، این 16 گیگ دقیقا بین CPU و GPUش قرار گرفته و هر دوتا مشترکن از همین رم استفاده میکنن و سرعت رمش هم خیلی بالاتره. فرض بگیرین همه اینا به جای که اینجا رم باشه اینجا CPU و این اطلاعات بخواد این مسیر رو بره که حدوداً شاید یه چیز 5 سانتی باشه رو کامپیوتر، رو مکبوک ها یه چیز 2 سانتی شاید باشه، ولی اینجا دیگه با هم چند میکرون فاصله دارن توی یه چیپن همشون، واسه همین سرعت رم خیلی خیلی میره بالاتر. به جز این یه چیز دیگه هم که سرعتش رفته بالا سرعت SSD شه، یا همون حافظه و هاردی که قبلا روی دستگاه ها بود ما میتونیم بهش بگیم حافظه، چون هارد اون دستگاه قدیمی ها بود که توش یه دیسکی میچرخید و اون هارد تبدیل شدن به SSD سولید استیت، یه حافظه های خشکی هم مثل فلش میمونه و دیگه نمیشه به اینا گفت هارد، واسه همین میگیم حافظه SSD بهش. حافظه SSD هم سرعتش رفته بالا، اینم هم به همون دلایل کوچیک‌تر شدنه، ولی فقط بحث مسافت نیست، این مسافت شاید ناچیزترین بخش افزایش سرعتشه. اصل موضوع اینه که ببینیم وقتی از رو هارد CPU یه چیز میخونه، مثلا رو مکبوک ها میرفت رو چیپ T2 دیکود میشد، رمزش باز میشد یا رمزگذاری میشد، بعد میرفت تو پردازنده. حالا این الان همین چیپ امنیتیش هم رفته داخل خود پردازنده قرار گرفته و سرعتش هم خیلی بالاتره،
واسه همین سرعت خوندن SSD هم میره بالاتر، به علاوه این که از SSD های های اسپید تری سرعت بالاتری هم استفاده شده توی مکبوک هایی که معرفی شده و مکبوک هایی که از این به بعد معرفی میشه. اما چی میشه که یهو همه چی انقدر گل و بلبل میشه، همه چی انقدر قوی میشه، یهو انقدر سرعت ها میره بالا؟ قبلا اینجوری همچین ادعایی رو نمیشنیدیم اگه یادتون باشه. داستان اینه که این پردازنده رو درست اپل خیلی وقت روش کار کرده و اینا، ولی یه موضوع خیلی مهمی که داره اینه که معماری و ساختار این پردازنده 5 نانومتره و اینتل هنوز داره پردازنده‌اش رو 7 نانومتر و 10 نانومتر می‌گرده. حالا داستان نانومتر رو براتون بگم. کلاً سی پی یو پردازنده از یه سری ترانزیستور تهیه شده. حالا ترانزیستور چیه؟ فرض بگیرید یه چیز شبیه یه کلید برق میمونه. یه چیز سه‌پایه است که اینور برق داره، اینور منتظر بهش برق برسه. فقط به جای اینکه ما کلید خاموش روشن رو بزنیم، این ترانزیستور از پایه وسطیش دستور میگیره که الان اینو وصل کنه یا نه. این وصل به کجا؟ به پایه جواب ترانزیستور پایینی. و همینجوری ترانزیستور رو به هم وصلن و مثل این میمونه که 16 میلیارد نفر نشستن پای کلیدا و با خاموش روشن کردن این کلیدا دارن یه چیزی رو پردازش میکنن، چون زبون برق اینجوریه که یا هست یا نیست، یا قطع یا وصله. و اینم هست که زبون برنامه نویسی 0 و 1. حالا این پردازنده که 5 نانومتر میگن، فرض بگیریم هر نانومتر 1 سانتی متر، خب این هر یه دونه از این ترانزیستوراش 5 سانتی متره، اینتل پردازنده‌اش هر یه ترانزیستورش 10 سانتی متره. پس چی میشه؟ وقتی ما سایز ترانزیستورامون نصف بشه، میتونیم 2 برابر ترانزیستور جا بدیم توی یه پردازنده، توی چیپ کوچیک. و این میشه که 5 نانومتر 2 برابر بهتر از 10 نانومتره. داستان نانومترها کلن به این صورته و الان مثلا نهایت پردازنده خیلی قوی رو 7 نانومتره، ولی این رو 5 نانومتره. و این میشه که میتونه 16 میلیارد ترانزیستور رو داخل یه چیپ کوچیک جا بده که میشه پردازنده M1 که اندازش اندازه یه کلید کیبورده. البته اینم بگم زیاد مرسوم نیستش که کمپانی که پردازنده تولید میکنه تعداد ترانزیستورها رو بگه. قدیما میگفتن ولی از یه جایی به بعد دیگه اینم مخفی میکنن. ولی خب از روز سایز ترانزیستوراش میشه حساب کرد که الان پردازنده مثلا کورای 9 اینتل حدوداً 7000 تا نهایتاً ترانزیستور میتونه تو خودش داشته باشه. ببخشید 7 میلیارد تا میتونه ترانزیستور تو خودش داشته باشه و پردازنده اپل 16 میلیارد، یعنی 2 برابر. و خیلیه. خیلی هم هست به خاطر این که مثلا هر چند سال یه ذره سی پی یو ها قوی تر میشه. یعنی پردازنده نسل 10 اینتل و نسل 8ش خیلی اختلاف آنچنانی ندارن. ولی اینجا میبینیم که یوهو داستان 2 برابر شده و این خیلی زیاده، میتونه شاید از 10 سال پیشرفت تکنولوژی باشه، شاید هم بیشتر. البته تخمینی دارم میگم، ولی خب این موضوع خیلی موضوع جالبیه. حالا 10 سال، نه 5 سال یا 15 سال، ولی اصل قضیه اینه که چه اتفاق مهمی افتاده و چه جهشی توی کامپیوترها قراره ایجاد بشه و ایجاد شده. اما توی این چیپ M1 یا پردازنده M1 فقط پردازنده و کارت گرافیک و رم و اینا جا نشده، خیلی چیزای بیشتری داخل همین یه کوچولو پردازنده قرار گرفته. مثلا رو کامپیوتر، رو مکبوک ها، وقتی ما پورت تاندربولت داریم، باید روی مادربورد یه چیپ قرار بگیره که پردازش کنه دیتایی که تاندربولت میده و میگیره و یه چیز خیلی قوی هم هستش که برابر با USB 4 سرعتش، 40 گیگابیت در ثانیه میتونه دیتا جابجا کنه و این خیلی سرعت بالاییه. برای همین همچین چیزی خودش یه پردازنده جدا میخواد که اینم حذف شده و اومده دقیقا توی همین چیپ M1. یعنی رو مکبوک پرو 16 شما یه چیپ میبینین که فقط برای همین تاندربولت هاست، برای داد و ستد دیتا از همین پورت های USB شه. ولی خب روی M1 دیگه چیپ جداگونه نداره، این چیپ هم اومده داخل خود پردازنده. به جز این پردازشگر تصویر باز دوباره یه چیز جداست که اینم باز اومده توی چیپ M1. و از اون ور تصویری که دوربین HD فیس تایم از همون میگیره فیلمشو، اونم باز پردازش میکنه و همه این پردازش ها با
همین چیپ M1 انجام میشه. دوباره یه چیپ دیگه ای که حذف شده و جایگزینش رفته تو چیپ M1 یا پردازنده M1 چیپ T2ه که کارش هم برقراری امنیت بود، هم انکود و دکود کردن. یعنی ما یه فیلم میگیریم، یه مدیایی که داریم، این در واقع فشرده میشه تصویرش وقتی سیف میشه، چون یه حجم خیلی بالایی داره، یه فایل خام 4K. ولی وقتی این انکود میشه، مثلا میشه MP4 یا H264 یا H265، میاد بالاخره اینو فشرده میکنه و تا جای ممکن حجمش رو سعی میکنه کم کنه. این فشرده کرده هر رو خوندنش دیکود کردن لازم داره، چون اینا رمزگذاری میشه و فشرده میشه. حالا یه چیز باید اینو باز کنه و بیاره روی مانیتور به ما نشون بده وقتی داریم باش کار میکنیم. این کار رو قبلا چیپ T2 میکرد و قبل از اون چیپ SMC میکرد که یه ویدیو خیلی وقت پیش اینجا براتون میذارم راجع به ریسیت کردن SMC و چیپ T2 گذاشته بودیم واسه تون. حالا اینم دوباره حذف شده این سیستما و همه اینا اومده مسئولیتش رو دوش پردازنده اصلی که همون چیپ M1 باشه. به جز اینا وقتی ما صفحه معرفی چیپ M1 رو نگاه میکنیم میبینیم که 3 چیز دیگه هم به چشم میخوره. اولیش راجع به مصرف برق کمشه که میگه رهبر پیشروه، یعنی این پردازنده پیشرویه برای پرفرومنس پر وات، یعنی کارایی که داره بابت هر 1 وات برقی که مصرف میکنه. مثلا فرض بگیریم یه پردازنده اینتل، یه 10 تا صورت مسئله بهش دادن و این 10 وات هم برق مصرف میکنه برای انجامش. وقتی به M1 این 10 تا کارو میدن، 10 تا مسئله رو میدن که حل کنه، با 3 وات برق مصرف کردن این کارو انجام میده با همون سرعت و کیفیت برابرا، و اینجوریه که مصرفش و پرفورمنسش 3 برابر مصرف برقش 1/3 پردازنده های عادیه. به جز اون این بالا میبینیم نوشته نورال انجین و 11 تریلیون پردازش. حالا این نورال انجین چیه دقیقا؟ ببینید این 16 میلیارد ترانزیستور ما داشتیم، خب پردازنده از اینا استفاده میکنه. نورال انجین چیه؟ یه چیز فرض بگیریم مثل فرزن مثل یه سیستم عصبیه که همه اینا رو به شکل خاصی به هم وصل میکنه و باعث میشه کارایی این سیستم به شکل عجیب غریبی قوی بشه. به کمک چی؟ به کمک بخش ماشین لرنینگش، یعنی یه هوش مصنوعی توی این پردازنده قرار داره که خودش شروع میکنه به بهترین شکل ممکن کار کردن. فرض بگیرین یه مغز داریم که یه بخشی از مغزمون بهمون میگه که الان تمرکز کن روی صحبت کردن جلوی دوربین. وقتی داریم حساب کتاب میکنیم، یه بخشی از مغزمون تمرکز ما رو، کل توان مغز ما رو میبره سمت حساب کتاب کردن، و معمولا هم برنامه‌های متفرقه دسترسی به این بخش نورال انجین ندارن. این بخش رو اپل گذاشته فقط برای هوش مصنوعی و بالا بردن بازدهی خود پردازنده، و برنامه‌ها میتونن از خود پردازنده قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر در واقع استفاده کنن. مستقیما نمیتونم بیان به نورال انجین دسترسی دستور بدن و ازش کار مستقیم بخوام بکشن. دقیقا همون یه بخشی از مغز این پردازنده است که یه سیستم عصبی طور داره. مثلا درست ببینید، این که میگم اصلا چیز علمی نداره، درست میگم ولی دارم به زبون ساده میگم، یعنی دقیقا همون حالت عصب مغز و مثل مغز خب طبیعتا کار نمیکنه دیگه. گفتم فقط یادآوری کنم که دارم به زبون ساده مطلب رو میگم، درسته ولی ساده است. آخرین چیزی هم که توی این صفحه میبینیم بحث شتاب دهنده های ماشین لرنینگشه یا همون هوش مصنوعیشه، که اینم وابسته به خود ترانزیستورهای پردازنده است و اون بخش نورال انجینش، که اینا در مجموعاً یه پردازنده فوق‌العاده قوی با کیفیت و کم مصرفی و برای ما برمغان آوردن. خب اینم از چیپ پردازنده M1. میخواستم کل کنفرانس رو توی ویدیو خلاصش کنم ولی دیدم این پردازنده انقدر باحاله، انقدر باحاله که اصلا امکان نداشت بخوام خلاصش کنم، یا بعد ویدیو 1 ساعته میشد و این اصلا جا نداشت. واسه همین ویدیوهای دیگه راجع به
این کنفرانس یا راجع به مکبوک ها حتما درست میکنم، منتظرشون باشین. اگه برنامه این کانال یا هر کدوم از ویدیوها رو که به نظر شما جالبه برای دوستاتون بفرستین، فوق‌العاده به من کمک میکنه. حتی از کمک مالی و حمایت و اشتراک ماهانه خیلی خیلی این کار شما بیشتر کمک میکنه و مؤثر واقع میشه برای اینکه این کانال رشد کنه. و این کانال هم رشد کنه، خب میتونیم 100% ویدیوهای بهتری براتون داشته باشم و با هم میتونیم خیلی پیشرفت کنیم. حالا زیاد بازش نمیکنم چون بگذاریم. ممنون از حمایت همیشگیتون، دوستتون دارم. ویدیوها رو یادتون نره لایک کنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.